سلام به همه شما عزیزان، خیلی خوشحالم که در این مجموعه از پیغام ها میتونم که همراه شما باشم. دویدن در مسابقه پایداری، چقدر زیبا خواهر سارا ما رو تشویق کردن که با دعا کردن پایداری کنیم و برادرمون فرشید به ما یادآوری کردن که به جای اینکه فقط به وعده ها نگاه کنیم، خوبه که به وعده دهنده نگاه بکنیم. امروز من میخوام شما رو تشویق کنم که در سختی ها پایداری کنید. اتفاقا وقتی که داشتم به این موضوع فکر میکردم، داشتم به این فکر میکردم که چقدر من در سختی ها نیاز به پایداری، به نیاز به استقامت دارم. شاید بیشتر از هر زمان دیگه در زندگیم من به استقامت و پایداری در زمانی که در سختی هستم، در زمانی که خودم رو در بیابان زندگیم دارم میبینم، یا بهتر بگم برای من روزهای فصلی از زندگیمه که انگار فصل زمستون زندگیمه. همونجوری که در فصل‌های طبیعت ما به فصل زمستون نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که انگار در فصل زمستون کمترین علائم حیات رو میشه دید و شاید از به گیاهان و طبیعت که نگاه میکنیم میبینیم که انگار که همشون مردن، انگار هیچ حیاتی درشون نیستش. خیلی وقتا فصلهای زندگی ما به این صورت هستن، داریم برای موضوعی دعا میکنیم ولی هیچ امیدی رو نمیتونیم ظاهرن به چشممون ببینیم، شاید هیچ جوونه ای رو نمیتونیم ببینیم. امروز اگر که خودتون رو در این فصل از زندگی میبینید، اگر که شاید در سختی ها خودتون رو میبینید، شاید از سختی عبور کردید، من میخوام چیزی که خیلی به من در این روزها کمک کرده رو با شما در میون بذارم. شاید بیشتر از هر چیزی این کلام در ذهن من یادآوری میشه که بگذار پایداری کار خودش رو به کمال برسونه. این آیه بیشتر از هر چیزی انگار داره در جان من تنین میندازه این روزها که بگذار پایداری کار خودش رو به کمال برسونه. خیلی وقتا ما وقتی در یک فصل سختی در زندگیمون هستیم، فقط منتظریم که این فصل زودتر تموم بشه، این بیابون زودتر تموم بشه و من به قلعه پیروزی، به اون روزهای خوش، به اون فصل بهار زودتر برسم. ولی خیلی وقتا، یا میتونم بگم که در زندگی شخصی من، خدا بیشترین کار رو در شخصیت من، در زندگی من زمانی انجام داده که من در سختی بودم. خدا در سختی ها، در فصل هایی که من باید اتفاقا استقامت میکردم، شخصیت من رو عوض کرده. اگر شما به کتاب رومیان برید، باب 5 میگه که سختی ها بردباری به بار میاره و بردباری شخصیت ما رو میسازه. خیلی وقتا ما منتظریم که از بیابان ها، از سختی ها سریع عبور بکنیم، ولی نمیدونیم که خدا کار خودش رو اتفاقا در مسیر این سختی ها، در مسیر به اون مقصدی که ما در نظر داریم میخوایم و بهش برسیم، خدا در این مسیره که کار خودش رو به انجام میرسونه. و بعضی وقتا سخته که ما از این روزها عبور بکنیم. و اولین چیزی که شاید خیلی به من کمک میکنه که بتونم از این روزها عبور کنم اینه که مرتباً به یاد خودم بیارم که برای همه این سختی ها هدفی هست. باید از این سختی ها عبور کنم تا به اون نتیجه‌ای که میخوام در نهایت برسم. شما به عبرانیان نگاه کنین، باب 12، من این قسمت رو خیلی دوست دارم. اگر که کتاب مقدساتون پیشتون هستش،
باب 12 رو بیارید، میگه که عیسی به اون خوشی که پیش روش بود نگاه میکرد و تمام این سختی ها رو متحمل شد، استقامت کرد، تا به آخر استقامت کرد. اگه بخوایم که تنها یک نمونه در این دنیا داشته باشیم که بهش نگاه کنیم، هیچ نمونه بهتر از عیسی مسیح نیست که بهش نگاه بکنیم، برای کسی که واقعا استقامت نشون داد، تا به آخر استقامت نشون داد. عیسی تمام اون مسیری که روی زمین داشت ازش عبور میکرد، تمام اون سالها رو و به طور خاص اون روزهایی که در مسیر جلجتا بود تا اینی که مصلوب بشه، عیسی هر لحظه میتونست که بگه که من دیگه نمیخوام که استقامت کنم، من میخوام اینجا همه چیز تموم بشه. اگر عیسی هر لحظه قبل از اینی که جانش رو روی صلیب بده از استقامت کردن دست میکشید، من و شما امروز این نجات رو دریافت نمی کردیم. اگر حتی عیسی رو روی صلیب میخ به دست و پاش می زدن و قبل از اینی که جانش رو بده، عیسی میگه بسته دیگه، منو بیارید پایین، و اونجا دست میکشید از استقامت کردن، من و شما امروز نجات رو دریافت نکرده بودیم. مطمئن باشید که اگر دارید از سختی عبور میکنید، اگر از روزهایی دارید عبور میکنید که شاید فکر میکنید که چه اتفاقی قرار بیفته، من سالهاست دارم برای عزیزم دعا میکنم، برای اینکه زندگیش عوض شه، برای اینکه خدا رو بشناسه، برای اینکه تبدیل بشه، ولی هیچ اتفاقی نمیفته و من دارم متحمل خیلی از دردها میشم، میخوام تشویقتون کنم که به استقامت کردن ادامه بدید، برای اینکه در این استقامت نه تنها خدا شخصیت شما رو عوض میکنه، بلکه روی خیلی از کسای دیگه شما میتونید تاثیر بذارید، میتونه که این استقامت شما برای افراد دیگه یک هدیه رو به ارمغان بیاره. خیلی ها با نگاه کردن به شما میتونن که امید رو به زندگیشون برگردونن. میخوام تشویقتون کنم، پس حتما در روزهای سختی که هستید به یاد خودتون بیارید که چه خوشی پیش روی شما هستش، چه چیزی قراره که اتفاق بیفته. میخوام بگم خیلی از اتفاقا رو بعضی وقتا ما نمیبینیم. من میخوام با این به نکته دوم برم. بعضی وقتا ما نیاز داریم به کمک که بهتر بتونیم هدف رو ببینیم، بهتر بتونیم اون جایی که اون مسیری که باید ازش عبور کنیم رو ببینیم. در همین عبرانیان به ما داره میگه که ابری از شاهدان دور و بر ما هستن، شاهدانی که اگر به باب 11 نگاه کنید، همه افرادی بودن که از جفاها، از سختیها عبور کردن، و امروز خدا ما رو تشویق میکنه، میگه به اونها نگاه کنید، به عیسی نگاه بکنید و بدونید که این ابر شاهدان دور شما ایستادن و دارن میگن که برو، تو میتونی، ما از این سختی ها عبور کردیم، از این جفاها عبور کردیم، تو هم میتونی عبور بکنیم. شاید اگر شما به زمین فوتبال و اون جایی که تماشاچی ها میشینن نگاه کنید، یه سری تماشاچی هایی هستن که شاید تخمشون تو دستشونه، چیپسشون تو دستشونه و دارن فقط میگن که اینجا رو اشتباه بازی کرد، اشتباهی به این شخص توپ و پاس داد و اگه باید این کارو میکرد، باید اون کارو میکرد. شاید خیلی از اون افرادی که اون اطراف نشستن یک بارم تو زندگیشون ورزش نکردن، یک بارم تو یک مسابقه شرکت نکردن، ولی اون مربی که کنار بازیکن ها هستش که دارن این مسابقه رو درش قرار میگیرن و پیش میرن، اون کسی هستش که خودش از این روزها عبور کرده و داره اونا رو تشویق میکنه، میگه برو،
ادامه بده، تو میتونی. ما در زندگیمون عزیزان به این گونه افراد نیاز داریم، نیاز داریم افرادی اطراف ما باشن که کمک کنن که ما در این سختی ها، در این روزهایی که شاید واقعا دیگه انقدر بارها روی ما قرار گرفته، انقدر سختی ها و این فصل زمستون طولانی شده که هیچ امیدی رو نمیبینیم، شاید هدف ما دیگه محو شده برامون، ما نیاز به افرادی داریم که ما رو کمک کنن تا از این مسیر عبور کنیم و تشویقمون کنن که هدف رو واضح‌تر و بهتر بتونیم توی زندگیمون ببینیم. ما به افرادی نیاز نداریم که فقط به ما بگن که این کارت اشتباه بوده و اتفاقا ما رو دل سرد بکنن. ما نیاز داریم که اطراف خودمون رو با افرادی پر بکنیم که ما رو تشویق میکنن برای جلو رفتن، برای پیش رفتن، برای نگاه کردن به اون هدف اصلی که ما براش روی این زمین قرار گرفتیم و برای اون خونده شدیم. و در نهایت میخوام بهتون بگم که چیزی که ما باید به یاد بیاریم اینه که همون جوری که فصل‌های طبیعی توی زندگی ما عوض میشن، توی دنیا فصل زمستون بعد میره فصل بهار تابستون عوض میشن، فصل‌های زندگی ما هم عوض میشن. فصل‌های زندگی ما هم همیشه یه شکل نمیمونن. اگر الان تو فصل زمستون هستی، بدون که فصل بهار زندگی تو هم میاد و تو نیاز داری اون گیاه یا اون درختی که در زندگی تو هستش نیاز داره که از این زمستون عبور کنه تا خودش رو تقویت کنه که در بهار بتونه میوه های بسیاری رو بیاره. پس میخوام تشویقت کنم که دل سرد نشی و با نگاه کردن به هدفت، نگاه کردن به اینی که خدا داره در زندگی تو چه کاری میکنه و این استقامت چه تأثیری رو زندگی دیگران میتونه داشته باشه و اینی که افرادی رو در کنار خودت قرار بدی که واقعا خودشون از این روزها عبور کردن یا دارن عبور میکنن و دست تو رو میگیرن، تو رو تشویق میکنن برای عبور کردن پر بکنی و همینطور بدونی که این روزهای سخت میگذره، روزهای بهار، روزهای شادی تو، روزهایی که پر از میوه و شکوفه هست برات میاد. حتما میخوام تشویقت کنم نه تنها خودت به این نگاه کنی، بلکه تو هم کسی باشی که کسایی که دارن از سختی و شاید فصل زمستون زندگیشون عبور میکنن رو تشویق کنی که به هدف اصلی زندگیشون نگاه کنن، به عیسی نگاه کنن و خسته و دل سرد نشن. میخوام خواهش کنم که در اون جمعی که هستید برای همدیگه دعا کنید. دوستتون دارم و منتظر هستم که باز شما عزیزان رو در این مسیر ببینم.